در خط خبرها ادعای پیش روید طالبان دادگاهی شدن وزیر پیشین مهاجرت دانمارک، مسدود نمودن گذرگاه اسپین بولدک و در اخیر بازگشایی میدان هوایی بین المللی کابل. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای چینل وان اسمارت. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما این کانال را سابسکرایب نمایید. طلوع نیوز می نویسد ادامه درگیری پنجشیر، طالبان از پیش روی سخن می زنند، اما نیروهای طرفدار احمد مسعود این ادعای طالبان را نمی پذیرند و از وارد کردن تلفات سنگین به نیروهای طالبان سخن می زنند. طالبان می گویند که نیروهای آنان مرکز ولسوالی شتال، ولایت پنجشیر و 11 پاسگاه نیروهای مخالفانشان را به ادارهشان در آوردند. یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان همچنین می گوید که در نتیجه درگیری های شب گذشته تا کنون 34 نیروی مخالف طالبان جان باختند. منابع محلی تایید می کنند که از چهارشنبه شب تا اکنون سنگین ترین درگیری ها میان نیروهای طالبان و طرفداران احمد مسعود در پنجشیر رخ داده است. چنانچه طالبان با نشر یک ویدیو می گویند که نیروهای آنان در ولسوالی شتال این ولایت پیش روی داشتند. این عضو کمیسیون فرهنگی طالبان همچنان می گوید که نیروهای طالبان مرکز ولسوالی شتال پنجشیر را تصرف کرده و درگیری های چهارشنبه شب تا اکنون 34 نیروی مخالف آنان کشته شده و 11 پاسگاه آنان را نیز تصرف کردند. انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان گفت در حملاتی که شب گذشته به وقوع پیوسته و همچنان در جنگ هایی که از صبح امروز در ولسوالی شتال پنجشیر جریان دارد، تلفات سنگینی به طرفدار مخالف وارد شده است. اما نیروهای طرفدار احمد مسعود این ادعای طالبان را نمیپذیرند و از وارد کردن تلفات سنگین به نیروهای طالبان سخن میزنند. سخنگوی جبهه مخالف طالبان میگوید که در درگیری های 4 روز پسین بیش از 350 نیروی طالب کشته شده و نزدیک به 290 تن دیگرشان زخم برداشتند. اما طالبان وارد شدن تلفات سنگینی به نیروهایشان را رد می کنند. فهیم دشتی سخنگوی جبهه مخالف طالبان گفت شب گذشته طالبان بسیار تلاش کردند که از طریق کوههای جبل سراج وارد ولسوالی شتال ولایت پنجشیر شوند. فضل خدا تلاش هایشان ناکام ماند. مرده هایشان در میدان جنگ باقی مانده بود. حداقل 40 مردهشان را با خود برده نتوانسته بودند. در همین حال رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان ادامه درگیری ها را به سود هیچ طرفی نمیداند و خواهان از سرگیری مذاکرات میان طالبان و طرفداران احمد مسعود است. اسحاق گیلانی رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان گفت از طالبان خواهش من این است که یک مقدار از مدارا کار بگیرند، یک مقدار صحبت ها را طولانی بسازند، زود به جنگ اقدام نکنند که متاسفانه حالا جنگ شد و از هر دو طرف هم تلفات دیده شد. جوانان ما در بین خود چرا یک دیگر را بکشند؟ خارجی ها دیگران در این مملکت نیست. ما باید برادروار در این مملکت زندگی کنیم. نبرد ها میان دو طرف پس از آن آغاز شده که مذاکرات برای حل مسئله پنجشیر و بنبست کشیده شده است. در همین حال خبرگزاری افاق می نویسد پاکستان گذرگاه اسپین بولدک را بست. وزیر داخل پاکستان اعلام کرد این کشور برای جلوگیری از ورود پناهجویان افغان گذرگاه مرزی اسپین بولدک چمن را بست است. گذرگاه مرزی چمن یکی از بزرگترین گذرگاه ها از ایالات بلوچستان و پاکستان به ولایت قندهار است که در روزهای اخیر شاهد عبور هزاران پناهجوی افغان بود. به گفته مقامات محلی و نهادهای حقوق بشری، هزاران افغان در نقاط مرزی قندهار در انتظار عبور از مرز هستند. با تسلط طالبان بر کابل، افغانستان با موج جدید از مهاجرت مواجه شده است. تنها از میدان هوایی کابل ده‌ها هزار پناهجو به خارج منتقل شدند. در مرزهای زمینی نیز صدها هزار نفر برای خروج از کشور تلاش می کنند. خبرگزاری افاق همچنان می نویسد وزیر پیشین مهاجرت دانمارک به اتهام جدا کردن زوجهای پناهجو
دادگاهی شد. ماهام اینگر استونبرگ وزیر پیشین مهاجرت دانمار به اتهام صدور دستور جدای زوجهای پناهجوی سوری در این کشور روز پنجشنبه آغاز شد. با گزارش یورونیوز، دیوان ویژه دادگستری دانمار نهاد رسیدگی کننده به جرم اعضای دولت رسیدگی به این پرونده و ناظر بر عهده دارد. این نخستین بار در 25 سال گذشته است که این دادگاه تشکیل جلسه می دهد. این نهاد ویژه قضایی در طول تاریخ حیات خود تنها 5 بار تشکیل جلسه داده است. قرار است 26 قاضی این دادگاه در 46 روز با بررسی اتهام و دفاعیات خانم استویبر در باره این که آیا عمل کرده باید در جداسازی زوجهای پناهنده مصداق نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپا بوده است یا نه تصمیم بگیرند. در صورت اثبات جرم دادگاه می تواند وزیر سابق مهاجرت را به حبس تا 2 سال محکوم کند. سال 2016 23 زوج پناهجو که عمدتاً اختلاف سنی قابل توجهی نداشتند با توصیه اینگر استویبرگ از یک دیگر جدا شدند. وزیر وقت مهاجرت از حزب ریبلار دانمارک پس از برملا شدن این رسوایی از عضویت در حزب کناگری کرد و همکنون به عنوان نماینده مستقل در پارلمان دانمارک حضور دارد. وضعیت قضایی خانم استویبرگ در زمان برگزاری کمیسیون تحقیق در پارلمان در فوریه امسال به اتهام ارائه اطلاعات خلاف واقع و کتمان حقیقت پیچیده تر شد. امریک در کیفر خواست علیه وی با آن اشاره شد و احتمال تشدید مجازات را بالا می برد. در صورت اثبات جرم دادگاه می تواند وزیر سابق مهاجرت به حبس تا 2 سال محکوم کند. اینگر استویبرگ 48 سال بار در اتهام می گوید و با قصد خیر حفاظت از دختران جوان در برابر ازدواج اجباری و بهره کشی دستور جدای زوجهای مشکوک را صادر کرده و به اشتباه تحت پیگرد قرار گرفته است. تشکر از این که تا آخرین ویدیو همراهمان بودید. امید داریم تا ویدیوهای ما را تماشا نموده لایک، کامنت و سابسکرایب نمایید. منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر بدرود.